بارز سلام خدمت همه دوستان گرانقدر عقل قاصر چه توان رفعت او دریابد عقل قاصر چه توان رفعت او دریابد آسمان هم نرسیده است به پای بیدل بی, بی تکلف همه مدهوش شود در محفل چون سراهنگ شود نغمه سرای بیدل این دو بیت از غزلی است از یکی از شاعران معاصر افغانستان مرحوم شایق جمال که اتفاقا شایق جمال بعضی از که اتفاقا استاد سراهنگ بعضی از شعرهای مرحوم شایق جمال را هم اجرا کرده و به شعر او بسیار علاقه داشته ما در این چند دقیقه صحبتی که خدمت دوستان به اختصار عرض خواهم کرد یک مقدار سعی میکنم که به ارتباط استاد محمد حسین سراهنگ و شعر بپردازم یعنی شعرهایی که استاد انتخاب می کرد و خصوصیاتی که در شعرهای آهنگهای استاد سراهنگ هست چون استاد سراهنگ هم در عرصه موسیقی فرد بسیار برجسته بود و مقام شامیخی داشت که مقام شاید اول در موسیقی کلاسیک افغانستان به حساب میایه در عصر حاضر و نکته جالب این هست که در انتخاب شعر هم استاد بسیار شاخص بود کار او و این بخت بلندی است که یک هنرمند موسیقی که در زمینه موسیقی بسیار برجسته از کار او در شعر هم شعرشناس باشه و شعرهای خوبی را انتخاب بکنه و حتی شاعر باشه من یک دو بیت از یکی یک از شعرهای استاد سراهنگ رو خدمت شما بخوانم شعری که خودش سروده و در یکی یک از نشریات کابل چاپ شده و یک آهنگ هم داره که همی شعر در او خانده با ردیف سراهنگ دارد زغمت خاطر ناشاد سراهنگ دل کاش به دست تو نمیداد سراهنگ در محکمه عشق زنت داد دستت دیده است تو این همه بیداد سراهنگ کاش من قدرت آوازخانی هم داشتم و این شعر و لحن خود استاد اینجا خدمت دوستان می خواندم. که خوب این خب این موهبت رو خداوند به من نداده منتها این آهنگ رو اتفاقا من منتشر کردم در فضایی که همه دوستان به راحتی میتونن این رو گوش بکنن که بعد من نشانیش خدمت اومی دوستان میگم نه تنها این آهنگ که بسیار آهنگای دیگر و اما در مورد شعرهایی که استاد سراهنگ انتخاب میکنه و میخوانه من چند نکته اینجا خدمت دوستا عرض میکنم که بسیار جالب هست یکی از اینها این هست که استاد سراهنگ خب شعرهای بسیار زیبایی هم از شاعران قدیم ما میخوانه و هم از شاعران معاصر در انتخاب شعر بسیار توانا بوده و بعضی از غزلایی که میخوانه از کیفیت شعر هست که بسیار ارزشمند جدا از آهنگ او چون بعضی وقتها میبینی که آوازخوان با صدای بسیار خوب آواز میخوانه ولی شعری که میخوانه یک شعر نسبتا متوسط هست خود استاد سراهنگ قصه میکنه حالا چرا استاد سراهنگ اینجوری این شعر شناس شد خودش یک خاطره میگه میگه من در یک محفلی در کابل آواز میخواندم یکی از ادبای افغانستان به نام عبدالحمید اسیر یا مرحوم قندی آقا در این محفل بود و بعد از که من آوازخانی ما تمام شد آمد و گفت که تو چقدر آوازخان توانایی هستی حیف از این صدا که تو با ادبیات بیشتر آشنا نباشی و شعرهای خوبی هم انتخاب نکنی و نخوانی تو بیا پیش من و شاگردی کن با همه ما به تو ادبیات یاد بدم و اونجا استاد سراهنگ میره شاگرد مرحوم قندی آقا میشه در زمینه ادبیات و شناخت شعر بیدل قندی آقا یکی از کسانی است که با شعر بیدل بسیار آشنا است میرزا عبدالقادر بیدل و اون کم کم استاد سراهنگ را با شعرهای عبدالقادر بیدل آشنا میکنه و این چنین میشه که بی تکلف همه مدهوش شود در محفل چون سراهنگ شود نغم سرای بیدل از اینجا میایه بخش عمده ای از شعرهای استاد سراهنگ شعرهایی است که از غزلهای بیدل انتخاب میکنه و این خوب بسیار جالب از این جهت که شعر بیدل در حوزه موسیقی در آثار دیگری در این قلم را به فرهنگی زیاد اجرا نشده شعرهای حافظ را بسیار آوازخانان خواندن به خصوص در ایران مثلا میبینیم مرحوم شجریان دیگران بسیاری از آوازخانان ایران شعر حافظ خواندن شعر مولانا خواندن شعر سعدی خواندن ولی شعر بیدل او مقدار که استاد خوانده هیچ کس در طول تاریخ نخوانده و از این جهت در معرفی بیدل و جامعه فرهنگی افغانستان و ایران بسیار مؤثر بوده و این نقش مهم استاد را نباید ما فراموش بکنیم نکته دیگری که اینجا جالب هست و من اتفاقا میخوام برای تاکید بکنم بداه خانی ها و استفاده از ابیاتی در وسط غزل اصلی هست که به مناسبت شعر اصلی خواننده میخوانه ای در افغانستان رسمه و بسیار هم جالب میشه خواندن یعنی خواننده یک آهنگ میخوانه یک شعری بعد به اساس بیتای اصلی او شعر میه شعرهای دیگه هم همراه میکنه مثلا استاد سراهنگ یک آهنگی داره که در زمانی که بیمار بوده ایر خانده و در خانه هم خوانده خانگی است یک هرمونیه در دستش بوده تنهایی امیر خانده با یک جمع او رو ضبط کردن آهنگ درباره بیماری هست و جالبه که اصل شعرش اینه که ای طبیب مهربان رحمی به آزار به ای طبیب مهربان رحمی به آزار دلم نبز دستم را چی میبینی؟ که بیمار دلم بعد چندین شعر دیگه مرتبط با بیماری در این غزل میخونه چی حافظه ای داشته میخونه که مثلا بیماری من چون سبب پرسش او شد میمیرم از این غم که چرا بهترم امروز باز میخونه که دستم گرفته است طبیب از پی علاج این دست را مباد با آن دست احتیاج بعد یک شعر دیگه میخونه درباره بیماری شعر دیگه میخونه تمام این شعر سرشار هست از تک بیت هایی که درباره بیماری و طبیب و دارو و دوا و اینا این حافظه عجیب در هر زمینه ای بوده تنها در این زمینه نبوده پدر ما مرحوم حاج محمد علی کاظمی قصه می کرد که یک وقتی استاد سراهنگ یک وقتی محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان آمده بود به هرات به چشمه اوبه به شکار به تفریح و شکار و اینا و استاد سرا هم آمده بود و اونجا استاد رو هم دعوت کرده بود که در همون زمانی که در شکار هستن استاد اجرای موسیقی هم داشته باشه همون چیزی که جناب مظفری گفتن که پادشاهان افغانستان این موسیقی رو حمایت میکردن برخلاف امروز بعد استاد سرا در اونجا پدرم میگفت که تمام شعرهایی که در ارتباط در اون جلسه خواند کلا در ارتباط با شکار و شکارچی و شکار کردن بود مثلا خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد همه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف با امید آن که روزی و شکار خواهی آمد بعد اینقدر حافظه از شعرهای در ارتباط با مثلا شکار یک جای شعر میخوانه درباره قناعت هست شعر اصلی باز میخوانه که یک شعر مرتبط با او درباره قناعت که هرس با صد ازدجا در همه صورت گداست چون به قناعت رسی فقر قناع می شود شعر دیگه داره که در یکی از آهنگای خودش داره صحبت از آدمای طفل خو هست تعجیل تفل خویان ساز خطاست بیدل لغزش به پیش دارد اشک از دوی درفتن باز بلافاصله در این آهنگ این شعر رو میخوانه که تا کی به رنگ سرشتان روزگار بر بیش شاد بودن و بر کم گریستن اینو آدم رو بسیار به وجد میاره میگی چی حافظه ای ماشاءالله چی حضور زینی که بلافاصله یک شعر دیگه متناسب بایی رو پیدا میکنه بعد مثلا یک جای دیگه داره شعری که در اون میگه که به زاهد نگفتم ز درد محبت که نشنیده بودن چه من دیده بودم بعد اون بیتو میخوانه که زاهد آلاف محبت میزنی هوشیار باش زخم شمشیر هستین خمیازه محراب نیست حتی به مناسبت محفل اتفاقاتی که در محفل میفته در شروع یکی از آهنگای استاد سرانگ اگه دوستان گوش کرده باشن آهنگ فکر میکنم خیزی دو یک دو ساغر سحبا هست، یا سخت لالزار در کنسرت گویتر در اونجا قبل از آ... شروع آهنگ یک نفر میایه با استاد سیگار تعارف میکنه استاد یک دانه سیگار از اون میگیره و بعد این بیت رو میخونه بعد آهنگش رو میکنه که به تنباکو مرا الفت از آن است که دودش حلقه زلف بوتان است که جمعیت همه کف میزنه در یکی دیگه از اجراهای استاد آصف استاد آصف تبل نواز معروف افغانستان که به صورت با تبله همراهی میکنه استاد را قبل از این شروع تبله اتفاقا دوست هنرمند ما هم قبل از اینکه اجراشون رو شروع کردن با اون دستمال عرقاشون رو پاک کردن یاد اون صحنه افتادم که استاد آصف عرقاش پاک میکنه با دستمال قبل از شروع آهنگ بعد استاد سراهنگ میخوانه که سرشک که از رخم پاک کردن چه حاصل علاجی بکن که از دلم خون نیاید بعد شروع خیزی دو یک دو ساغر صحبا بیاورد در آهنگ خیزی دو یک دو ساغر یعنی به تناسب فضای مجلس در مجلس استاد ششته خواندن میکنه میوه میارن استاد میخوانه که هیچ دانی میوه را تاثیر شیرینی چیست بس که در زیر زمین شکر لبان خوابیدند ماشاءالله بیتای هم چی رندانه هم داشته یک بیت رندانه دیگر هم بگم جالبه وقت کم میایه آخر آهنگ و اشاره میکنن به استاد که آهنگ استاد معمولا طولانی بوده در زمین وقت کم کم بعد استاد میخونه که یک بیت میگه میگه که من یک بیت میخونم بعد دیگه آهنگ ختم میکنه میگه که صلح کردم به بوسه دهنش چکنم کنم وقت تنگ میبینم و بعد آهنگ تمام میکنه خب میدانیم که دهان تنگ جزو خصوصیاتی بوده که در شعر ما به عنوان دهان معشوق بسیار توصیف میشده که دهان غنچمانند و تنگ صلح کردم به بوسه دهنش وقت تنگ دیگه چه کنم وقت تنگ میبینم آهنگ تمام میکنه و بسیار اینها یک جا هست یک مورد دیگر هم بگم تمام کنم استاد یک جا شعر هست خاطرش میره شعر میخانه آواز یک دفعه شعر یادش میره که میخواست چی بخانه میخوانه که شب مسرعی از خاطر من گشته فراموش بعد باز آهنگ به با یک شکل دیگه ای ادامه میده من صحبت رو کوتاه کنم چه کنم وقت تنگ می‌بینم صحبت بسیاره ما این نکات و این مسائل در مورد شعرهای استاد سران خوشبختانه در یک مقاله نوشتم که او اتفاق اتفاقا در فضای مجازی هم در دسترس و من نشانی او رو خدمت دوستا خواهم گفت در کتابی هم که یادنامه استاد و اون رو هم معرفی می‌کنم این مقاله چاپ شده در اونجا بسیار از موارد شیرین کاری های استاد من اونجا نوشتم در اینجا من یک اشاره بکنم به همین نقش کسانی که در این موضوع مؤثر بودن یکی مرحوم قندی آقا بود که عرض کردم یکی جناب عبدالوهاب مددی که در برنامه های محفل آهنگ ها در رادیو بسیار مواقع آهنگ های استاد اصاد را ایشون مجری برنامه بوده گفتنی های بسیار جالبی دارن و شعرهای بسیار از بدل شرح میکنه استاد یک نکته جالبی که در وسط آهنگ بعض اختا شعر شرح میکنه توضیح میده و بعد آهنگ را ادامه میده. و نقش بسیار مهم می داشته استاد مددی با اجرای این برنامه های رادیویی در ماندگار شدن این آهنگای های استاد بسیاری از بهترین آهنگای های استاد همونایی است که در اجراهای رادیویی در برنامه هایی که استاد مددی مجری اون بوده ضبط شده و از جهت باید و قدردان باشیم که بخش مهمی از میراث فرهنگی و هنری استاد که ماقی مانده با اثر تلاش های جناب عبدالوهاب مددی در رادیو بوده کتاب بسیار خوبی به نام جان خرابات از جناب آقای حامی چاپ شده که در او فهرست تمام آهنگای استاد مقالات بسیار زندگی نامه استاد هست و این کار بسیار ارزشمند اگه دوستان بتونن به اون مراجعه بکنن من یه بعضی آهنگای استاد رو اشاره کردم شاید بعضی دوستان علاقه‌مند بشن که ما اینا رو کجا بشنویم خوشبختانه ما از قدیم این کار کردم که آهنگای استاد رو جمع کردم همونطور که زینب خانم گفت من به یک دونه رادیو داشتیم رادیو زب هر شب مقید بودم که به رادیوی کابل رو گوش کنم و بلکه از رادیوی کابل آهنگ و استاد پخش بشه که گاهی هم پخش بشه مثلا من یک هفته یا ده روز هر شب رادیو رو گوش میکردم در یک ساعت های هر کاری داشتم تعطیل میکردم مهمانی بودیم برمیگشتم خانه میگفتن کجا میرم میگفتم من میرم خانه میرم میامدم پای رادیو که بلکه که آهنگای استاد را رادیو را کابل پخش کنه و من ضبط کنم و به همین ترتیب من دانه 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 آهنگای استاد جمع کردم یکی پنج تا از اینجا ده تا از اونجا از بعضی از اقوام نوارای موسیقی گرفتم جناب ایدرزاده رزاجان هیدرزاده اینجا هستن پسر مرحوم آج علی اکبر ایدرزاده از اقوام ما نوارای استاد راج آقای ایدرزاده در خانه خدا شن. من میرفتم به خانه اونا با التماس نوارای استاد راج آقای ایدرزاده میگرفتم. معمولاً هم کسایی که قدیما نوار موسیقی داشتن به راحتی به کسی نمیدادن. چون پخش میشد دست به دست میشد. بعد همه میگفتن داریم دیگه. طرف میخواست بگه این نوار من فقط دارم بعد آجه ایدرزاده لط لطف میگدن نوار که هیچ کس نمیدادن. به من میدادن برخواه زب میگرم این آهنگ جمع شد جمع شد روی حدود سی آهنگ شد. من از دارم و اینا رو در یک کانال تلگرامی به نام کانال استاد سرهنگ پخش کرده میرم نزدیک 200 خورده ای از این آنگا در اونجا در دسترس در سایت شخصی ما هم هست در فضای مجازی الحمدلله البته فعلا اینها بسیار به دست میه. و البته ما در پایان خب اشاره شد به شاگردان استاد و خانواده استاد باید قدردان همه اینا باشیم جناب التاف حسین سراهنگ ادامه دهنده رایشون هستن در کانادا چند روز پیش اتفاقا ما صحبت کردم گفتم که مراسم هست بسیار خوشحال شدن و آرزو داشتن که در چنین جمعی باشن جناب شریف غزل آوازخوان بسیار خوب ما کسانی که خواستند که این سبک موسیقی رو در آثار هنرمندان دیگر دنبال بکنن در آثار این هنرمندان هم میتونن اینا رو دنبال بکنن یک که کوچیک بگم و صحبت تمام کنم صحبت از سفرهای اعلی حضرت سفرهای محمد ظاهر شاه به جاهای مختلف همراه با هیئتی از هنرمندان و اهل ادب و فرهنگ و اینا بود از جمله گفتم که به چشمه و به رات آمده بودن به شکار یک سفرم اعلی پادشاه اعلی حضرت میره به یکی از شهرهای شمالی افغانستان میمنه بوده کجا بوده خود زمان که امکانات تصویری مثل آلا نبود که همه عکس عکس در همه جا پخش شده باشه خب هیئت همراه میرن استاد سراهنگ هم با قد و قندام خیلی هم چه برازنده و با تیپ و سیمای بسیار زیبا با اون شکل فاخر اون والی یا استاندار او, او شهر که آمده بوده به خیر مقدم اشتباه میگیره فکر میکنه علا حضرت ایشانه بعد میره اعلی حضرت خیلی خوش آمدید به این شهر ما و اینا بعد هم میگن بابا اعلی حضرت ایشون نیست او مثلا و این نکته جالبی است که بعد از رفتن بسیاری از اعلی حضرت ها میبینیم که همچنان استاد سراهنگ سلطان هنر موسیقی و محبوب قلوب کشور ما است.